شاید شما جزو اون دسته از افرادی باشین که علاقه دارین با گوشی یا تبلتتون بازی کنین یا فیلم ببینین. مثلا یه تبلت 12 اینچی. حالا فکر کنین این تبلت یه قلم هم داره که شما میتونین باش کار گرافیکی انجام بدین. یه تبلت هیجان انگیز اینجاست. گلکسی تب اس 8 پلاس. توی بررسیش با ما همراه باشید. این محصول توی سال 2022 یکی از بهترین تبلت‌های اندرویدی موجوده و با داشتن چیپست اسنپ دراگون 8 نسل 1 سخت افزار قدرتمند و خیلی خوبی داره. محتویات داخل جعبه سوزن خارج کردن اسلات سیم کارت، کابل تایپ سی به تایپ سی، قلمش هم با بقیه محتویات داخل جعبه قرار گرفته. خبری هم از آداپتور شارژر نیست. از ویژگی‌های قلمش میتونیم به این اشاره کنیم که تأخیرش نسبت به نسل قبلش یکم بیشتر شده. یعنی از 5.6 به 6.2 میلی ثانیه رسیده. این قلم ژستای حرکتی و شتاب سنج داره که تمامی حرکات قلم رو ثبت میکنه. طراحی ارگونومیک داره، کار کردن باهاش هم خیلی راحته. به صورتی که انگشت اشارتون خیلی راحت روی دکمش قرار میگیره. این قلم خیلی قابلیت‌های زیادی داره. یکیش اینه که با فشار دادن همین دکمه میتونین عکاسی کنین. در ضمن نوع اتصالش هم به تبلت بلوتوثیه. خب بریم سراغ خود تبلت. ابعاد گلکسی S8 پلاس 385 در 185 میلی‌متره. ضخامتش هم 5.7 میلیمتره که خب یعنی لبه های نازک و استانداردی داره که یه ظاهر لوکس و شیکی بهش میده، ولی خب تو دست گرفتنش یکم سخته. بهتره که روی میز ازش استفاده کنید، خصوصا که وزنش هم 567 گرمه که خب برای این تبلت یکم سنگینه. روی لبه سمت راستش دوتا اسپیکر قرار گرفته، روی لبه سمت چپش هم دوتا اسپیکر با یه میکروفون دیگه قرار گرفته. روی لبه بالایش باز یه میکروفون دیگه داریم، درگاه اسلات سیم کارت داریم و دکمه پاور. این تبلت صدا رو خیلی خوب پخش میکنه و هنگام مکالمه هم خیلی خوب انتقال میده. روی لبه پایینیش هم محل قرارگیری کیبورد قرار گرفته. گلکسی S8 پلاس یه پنل سوپر امولد با رزولوشن 1752 در 2800 پیکسل و تراکم پیکسلی 266 پیکسل در اینچ داره. از HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه که این یعنی میزان روشنایی خیلی بالا، نمایش رنگ‌های روشن زیباتر و رنگ‌های مشکی عمیق‌تر. فناوری محافظت از صفحه نمایشش گورلا گلس 5 که خب این یه مزیت خیلی خوب برای این تبلت محسوب میشه، چون قبلتر ما گورلا گلس رو روی گوشی‌های با صفحه نمایش خیلی کوچیک دیده بودیم. تو قسمت بالای صفحه نمایش 12.4 اینچیش حفره دوربین سلفی رو میبینیم. دوربین اصلی با فلش روی نوار مشکی پشت تبلت قرار گرفته. روی نوار مشکی ما یه میکروفون دیگه هم میبینیم. این نوار برای نگهداری قلم و شارژ کردنش استفاده میشه. پردازنده این تبلت همونجور که اول ویدیو گفتم یکی از قوی ترین و جدید ترین تراشه های موجود در بازار، یعنی اسنپ دراگون 8 نسل 1 با لیتوگرافی 4 نانومتری و هسته های کورتکس X2 و سرعت پردازش 3 گیگاهرتز. با این تراشه و نرخ تازه سازی 120 هرتزی که براش در نظر گرفتن میتونیم بهترین بازی های اندرویدی موجود و با گرافیک خیلی بالا بازی کنیم. اصولا برای تبلت ها دوربین خیلی خاصی در نظر گرفته نمیشه، چون کلا کارایشون متفاوته، ولی سامسونگ اومده بازی رو تغییر داده و برای این تبلت یه لنز دوگانه در نظر گرفته. دوربین اصلیش 13 مگاپیکسل و لنز اولترا واید 6 مگاپیکسله. دوربین اصلی 13 مگاپیکسلیش تصاویر خوب با کیفیتی رو ثبت میکنه، فوکوس خودکار هم داره. لنز اولترا وایدش کیفیتش قابل قبوله و با توجه به اینکه این یه تبلته نباید ازش انتظار خیلی زیادی داشت.
این دوربین میتونه با کیفیت 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنه که خب برای یه تبلت یه مزیت خیلی بزرگی محسوب میشه. دوربین سلفی تب S8 پلاس 13 مگاپیکسله و اونم میتونه با کیفیت 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنه. بازیش 10090 میلی آمپر ساعت ظرفیت داره و قدرت نگهداری شارژ خوبی هم داره. برای شارژ کردنش هم باید از یه آداپتور 45 وات استفاده کنید که خب داخل جعبه نیست و باید جداگونه تهیه بشه. طبق گفته سامسونگ این تبلت توی 1 ساعت و نیم میتونه 100% شارژ بشه. این تبلت با حافظه 128 و 256 و رم 8 و 12 گیگابایت موجوده. بسته به نیازتون میتونید بین این حافظه ها انتخاب کنید. گلکسی تب S8 پلاس یکی از جدیدترین و بهترین تبلت های سامسونگ بعد از 2 ساله که از نظر عملکرد و سخت افزار اصلا کم نمیاره. پس اگه میخواین یه تبلت خیلی قوی و خاص داشته باشین به خریدش شک نکنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید.